بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز لازم میدونم از مردم فداکار و فهیم ایران برای حضورشون در روز بیست و دوم بهمن البته به دلیل شرایط کرونایی با شکل جدید اما در این حال به همه جهانیان نشاط خودشون رو و حضور حماسی خودشون رو و علاقه و عشق خودشون رو نسبت به امام راحل و همچنین انقلاب اسلامی به خوبی نشان دادند و من لازم میدونم از تک تک همه مردم ایران در سراسر کشور تشکر و سپاسگزاری کنم همچنین امروز روز 29 بهمن ماه و یکی از روزهای مهم در تاریخ نهزت اسلامی است در واقع اگر نهزت اسلامی رو بخواهیم از آغاز روزهای اوج و مهمش رو بشمریم از دوم فروردین سال 142 در مدرسه فیضیه 15 خرداد 42 سیزده آبان چهسه و بعد دیگر اون روز بسیار مهم در تاریخ نهزت اسلامی مربوط میشه به... آبان 56 و شهادت فرزند امام مرحوم حاج آب مصطفی که از اون تاریخ یک موج جدیدی در سراسر کشور به وجود آمد و در ۱۹ دیماه منجر شد به قیام مردم شریف قوم و کشتار مردم در روز نوزده دی خب این حرکت بزرگ اگر قیام بیست بهمن نبود در واقع منقطع شده بود کاری که تبریز انجام داد و در تاریخ مندگار شد اتصال حرکت بود مردم تبریز اربعین رو درست کردن چون 29 بهمن اربعین نوزده دی بود مبتکر اربعینات حالا اربعین پس اربعین مردم تبریز بودن اونا به عنوان چهلوم قیام مردم قوم در تبریز قیام کردند و حالا مردمی که اون روزها در نهزت بودند کاملا یادشون هست که قیام مردم تبریز یک موج بلندی رو در نهزت اسلامی ایجاد کرد و یک ضربه بسیار مستحکمی بر امید رژیم بود یعنی رژیم رو معیوس کرد وقتی مردم تبریز به پا خواستند قیام کردند با اون شعارهای جانانه خودشون اون روز و اگر قیام مردم تبریز نبود شاید انقلاب به اون صورتی که ما در 22 بهمن سال بعد دیدیم پیروز شد شاید به اون هدف مهم دست نمی‌یافتیم من از مردم شریف تبریز سپاسگزاری میکنم نه تنها به خاطر 29 بهمن سال 56 بلکه به خاطر همه روزهای سرنوشت سازی که مردم تبریز در اون مشارکت داشتند تا پیروزی انقلاب در دفاع مقدس هشت ساله و امروز در مقابله با آمریکا و جنگ اقتصادی همه ما میدونیم که بودجه یکی از لوایح بسیار مهم سالانه دولت هاست و حالا امسال ویژگی های خاص خودش رو داره آخرین سال این دولت هست اولین سال این مجلس هست در آستانه سال 1400 هستیم قرن به تدریج داره تغییر میکنه پایان قرنیم و بنابراین بسیار مهمه که ما بودجه رو به سامان برسانیم خب در قدم اول بودجه به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق بحث های مختلفی پیش آمد و تغییرات بسیار گسترده غیر قابل قبول از دیدگاه دولت در بودجه به وجود آمد خوشبختانه این نظر دولت رو مجلس هم تایید کرد یعنی دولت که اون تغییرات رو قبول نداشت مجلس هم اعلام کرد من قبول ندارم و مجلس هم گزارش کمیسیون تلفیق رو رد کرد خب بعدش دو تا راه وجود داشت یه راه اینکه هیئت رئیسه محترم این گزارش رو برگردانه به کمیسیون تلفیق برای اصلاح نهایی و یه راه دیگه این که برگردانه به دولت حالا شاید راه اول تر بود ولی حالا به هر حال این راه دوم رو مجلس یعنی هیئت رئیسه انتخاب کرد و دولت هم به خاطر اهمیت این لایحه و به خاطر اینکه این, این لایحه در زندگی مردم در معیشت مردم در تولید در تصمیم گیری اقتصادی های کشور شرکت های بزرگ اقتصادی اونا همه نگاهشون به بودجه است در زندگی مردم حقوق بگیر مستمری بگیر در وضع کالاهای مورد نیاز مردم رو همه اینها تأثیر گذاره این بودجه و حال ما در دولت یک بار دیگه بررسی کردیم به اون نظراتی که کمیسیون تلفیق داشت هم ما توجه کردیم و با هماهنگی که با رئیس محترم مجلس ما انجام دادیم قرار شد یک هیئت کوچکی از طرف مجلس و دولت با هم بنشینند و تبادل نظر کنند که این اصلاحیه به گونه ای باشه که هم مورد قبول دولت باشه هم مورد قبول مجلس باشه و این کار هم انجام گرفت و برخی از اصلاحات مهمی که خود کمیسیون تلفیق انجام داده بود مورد توجه دولت هم قرار گرفت و در نهایت لایه به صورت جدید تنظیم شد و اصلاحیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و دیروز با یک رأی قاطعی مجلس شورای اسلامی این لایحه اصلاحی دولت رو کلیاتش رو به تصویب رساند ما امیدواریم بقیه کارهایی که باید در کمیسیون انجام بگیره سریع نهایی بشه و بیاد در صحن علنی مجلس و امیدواریم اونچه که در مجلس تصفیب میشه با این اصلاحیه اخیر دولت که دیگه حالا خیلی ما در واقع تعاملی با مجلس کار کردیم به همون صورت حالا ممکنه یه تغییرات جزئی هم باز مورد نظر مجلس محترم باشه به همون صورت تصویب بشه باز خدای ناکرده تغییراتی حاصل نشه که شاکله به هم بخوره دو ما بخوایم به شورای نگهبان بگیم قابل قبول نیست من خواهش میکنم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه نظرات اونها برای ما محترمه و نظرات اونها اعمال خواهد شد در لایحه دولت طبق قانون اساسی به گونه عمل بکنیم که آخرش وقتی در میاد به عنوان لایحه مصوب دولت باشه نه خدای نکرده به عنوان طرح نمایندگان انشالله این کار خواهد شد ما همه امید ما اینه که دولت وزرا مخصوصا سازمان برنامه بودجه که مسئول این کار هست در هماهنگی بین دولت و مجلس تلاش خودش رو ادامه بده انشاءالله در اسرع وقت ممکن این بودجه نهایی بشه در مجلس که ما هم بتونیم آخر سال بودجه رو دریافت بکنیم گلچه ما علاقه بودیم در بهمن بودجه رو دریافت بکنیم و آی نامه در اسفند بنویسیم ولی حالا به هر حال شالا به دست ما برسه که ما هم بتونیم در پیشگاه مردم عزیز خودمون شرمنده نباشیم موضوع دیگری که من باید تأکید کنم در شرایط امروز موضوع هسته است. در موضوع هسته ای من میخوام به چند نکته مهم اشاره کنم نکته اول اینه که همونطور که بارها ما گفتیم در برنامه دفاعی کشور ما جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هستی وجود نداره و نخواهد داشت این تصمیم قاطع نظام هست جمهوری اسلامی ایران نمیخواد دارنده سلاح هستی باشه نمیخواد نگهدارنده سلاح هسته ای باشه و به طریق اولا هیچ وقت نمیخواد از سلاح هسته ای استفاده بکنه این نه نظر امروز ما هست نه نظر دو سال و سه سال و چهار سال پیش ما هست اون مقدار که من یادم هست از سال 1370 بارها و بارها من خدمت مقام معظم رهبری صحبت کردم در اون مقطع که آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود با ایشان صحبت کردیم در شورای امنیت صحبت کردیم در شورای عالی امنیت ملی همیشه نظر نظر واحد بوده که ما دنبال سلاح هستی نخواهیم بود اما در این حال دنبال فناوری های سلحامیز هسته ای خواهیم بود این حق ما هم هست ما عضو امپیتی هستیم ما حال با پادمان با آژانس قرارداد داریم به صورت پادمان و این پادمان رو اجرا می و اجرا کردیم تا کنون ما نمی خواهیم فعالیت مخفی هستی داشته باشیم نه دیروز نه امروز نه فردا این تصمیم قاطع جمهوری اسلامی ایرانه آمریکا بخواد یا نخواد اروپا بخواد یا نخواد سازمان ملل بخواد یا نخواد اگر همه دنیا به ما بگن ایران خیلی خوب سلاح هستهی داشته باشه ما نظر ما تغییر نمیکنه. ما نظر ما نظر نظری است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعلام کردند همون عهدی است که ما در امپیتی و پادمان بستیم از این عهد ما خارج نخواهیم شد جمهوری اسلامی ایران همیشه نشون داده هر پیمان و هر عهدی رو حالا ممکنه در آغازش مقدار سختگیر باشه ولی اگر امضا کرد و قبول کرد دیگه پاش تا آخر وامیسته و در موضوع هسته ای هم چنین خواهد بود نکته دوم برجام حاصل تلاش پیگیر ماها بین ایران و شش کشور بزرگ بوده این کار به سادگی به دست نیامده مذاکرات فراوانی از سال 1382 ما شروع کردیم با اروپایی‌ها شروع کردیم بعد به هر حال اروپایی تبدیل شد به سه به اضافه سه بعدا ادامه پیدا کرد سالها طول کشید و در سال 92 با رای مردم ما وارد تعامل شدیم رای سال 92 بر مبنای تعامل سازنده و اعتدال بوده این قابل تغییر نیست مردم رأی دادن به این دو اصل مهم هم به تعامل سازنده که حالا بعد مقام رهبری فرمودند تعامل سازنده گسترده و هم هم اعتدال که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن اعتدال متن قرآنه و کذالکه جعلناکم امتا وسطا ما امت وسط هستیم ما دنبال تعامل سازنده هستیم و برجام در سایه این سیاست با مذاکرات با شکل جدید از سال 92 شروع شد در سال 94 به امضا رسید در 23 تیر ماه 94 امضا شد اونی که 23 تیر 94 امضا شده اون غیر قابل تغییره ما دستش نمیزنیم همه دنیا هم بدونه ما برجام قبول داریم برجام به همون شکل 2015 برجام به شکل 23 تیر سال 94 1394 ما تغییر نمیدیم راجع به این بر تعهد خودمون هم پا برجام ایستادیم من برای اینکه اروپایی‌ها یادشون بیاد مردم عزیز ما هم یه بار دیگه مرور کنن بر تاریخ وقتی ترامپ به فشار اسرائیل و با فشار عربستان و با فشار تونروهای داخل آمریکا از برجام خارج شد ما در آخر شهریور اون البته تو اردیبهش خارج شده بود از برجام ما آخر شهری رفتیم سازمان ملل روزی که اول اولین روز اجلاس مجمع عمومی بود و ترامپ هم صبحش سخنرانی کرده بود و منم بنا بود فردا صبح صحبت کنم بعد از صحبتش هشت بار برای من پیغام داد یعنی بعد نطخش تا بعد از ظهر هشت نوبت پیغام دادن که آقا ترامپ میخواد با فلانی ملاقات کنه به هر قیمتی شده این ملاقات بادن خب ما رد کردیم همه هشت نوبت رو ما گفتیم ما, ملاقاتی نداریم با این شبش رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون به من زنگ زد گفت من الان پیش ترامپ بودم و آمدم و میخوام شما قبول کنید یه ملاقات به هر به هر صورت سه نفره دو نفره چند نفره این خیلی مهمه من رد کردم چندین رئیس جمهور آمدند در هتلی که محل اقامت من بود پیشنهاد کردند گفتند آقای ترامپ میگه دو تا کلمه ما تو این برجام بذاریم من همین الان اعلام میکنم برجام قبول دارم و برمیگردم اون دو کلمه اینه ما راجع به مسئله موشک و راجع به مسئله منطقه بعدا مذاکره کنیم و این پیام رو آقای مکرون آورد روز بعد از طرف ترامپ من گفتم به هیچ عنوان برجام یک کلمه اضافه و کم نمیشه رئیس جمهور فرانسه به من گفت که شما قبول کنید حالا الان که نمیخواد اضافه بشه قبول کنید راجع به این دو مسئله مذاکره شروع بشه حالا ممکنه مذاکره چند سال طول بکشه گفتم نه ما اصلا مذاکره نداریم ما راجع به مسئله موشک مسئله دفاعی و مسئله منطقه با آمریکا با پنج به اضافه یک ما بحثی نداریم اروپا بدونه اگر ما مسئله موشک و منطقه رو میخواستیم نه اینکه اضافه کنیم بلکه به عنوان عنوان بحث قبول کنیم برای آینده ترامپ همون اولش برگشته بود این پیغام رسمی اوست خودتونم که میدونید پیام آورندم خودتون بودید پس بنابراین در برجام چیزی اضافه نخواهد شد اون چه که مورد نظر شماست نه به غروب نه به منطقه نه به صلاح و دفاع ایران همین برجامی که هست یا میپذیرید یا قبول نمی کنید در سال بعد یعنی 1398 که من نیویورک رفتم که محل اقامت و هتل محل اقامت من تبدیل شد به مرکز اصلی ملاقات های سازمان ملل به قول یک مقام سازمان ملل گفت که شما محل سازمان ملل تغییر دادید همه رفت و آمد ها همه رسانه ها شد همون هتل محل اقامت ما که تمام مقامات اروپایی که در نیویورک بودن بدون استثناء آمدن و با من مذاکره کردن و همه هم استارشون این بود جلسه پنج به اضافه یک در نیویورک تشکیل بشه ترامپ حضور پیدا کنه من هم حضور پیدا کنم حالا حرف اونا این بود که بعد از این جلسه ترامپ اعلام کرد که به بر... اعلام خواهد کرد به برجام برمیگرده. من گفتم ما حاضرم در این جلسه شرکت کنم پنج به اضافه یکم اشکالی نداره به شرط اینکه قبل از جلسه ترامپ اعلام کنه به برجام برگشتم بعدش ما این جلسه رو بزنیم. همه این اختلاف قبل و بعد همش قبل و بعد بود بعضی حالا میگن این قبل این بعد این اول این دوم همش بس اول دوم بود خب اگه اول دوم ما نداشتیم که خب اون جلسه رو میذاشتیم تو سال 98 اصلا یه از سران دنیا آمده بودن اونجا به خاطر همون جلسه که پنجه به اضافه یک در سطح سران تشکیل بشه پس بنابراین ما حرف ما کاملا روشنه ما از ابتدا از سال 92 تا امروز هیچ منطقمون رو و مسیرمون رو تغییر ندادیم البته در برجام خو خیلی با هم بحث کردیم بالا پایین شده ولی در نهایت اونی که پذیرفته شده چیزی نیست که قابل مذاکره ما بر برجام مذاکره نخواهیم کرد برجامی است باید اجرا بشه حالا در نحوه اجراش میشه رایزنی کرد که چه جور بهتر اجرا بشه اما قانونی که مجلس شورای اسلامی راجع به مسئله هسته‌ای تصویب کرده فارغ از اینکه نظر دولت چی هست که دولت نظرش رو به سراحت همون موقع اعلام کرده ولی چون امروز به صورت قانون هست دولت قانون رو اجرا خواهد کرد در چارچوب آینامه ای که مسبب کرده و یکی از مواد این قانون بند شش این قانون هست که میگه از پنجم یعنی در محاسبه حالا پنجم اسفند من دارم میگم در مجموعه میگه از زمانی که لازم اجرا میشه چند روز بعدش مجموعه این بند محصولش اینه که از پنج اسفند ما از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم خارج میشیم و بین ما و آژانس آنچه اجرا میشه بر اساس پادمان خواهد بود خب این اجرا بشه هیچ مسئله مهمی به وجود نمیاد اینکه تبلیغات خارجی شروع کردن بازرسان آژانس را بیرون میکنن فلان ها هیچ که باید بازرس آژانس هست ما بیرون نمیکنیم حرف دروغ چرا میزنیم نه بازرس آژانس رو بیرون نمیکنیم بلکه حتی مدیر کل آژانس هم الان از ما خواسته که بیاد تهران میتونه پاشه بیاد تهران میخواد مذاکره کنه میتونه مذاکره کنه اینو ما اصلا بحثی نداریم ممکنه بیاد تهران حرفم میزنیم مذاکره هم میکنیم بحث این نیست که ما فعالیت هستی ما بدون نظارت باشه ببینید این حرف دقیق باید زده بشه اگر کسی بگه بازرسان را ما بیرون میکنیم در دنیا معناش اینه که دنبال سلاح میریم اونی که دنیا میفهمه اینه ما دنبال سلاح که نیستیم هیچ وقت نه دیروز نه امروز نه فردا بنابراین هیچ وقت ما بازرسان رو بیرون نمی کنیم. در چارچوب پادمان هستن نظارت میکنن فعالیت ما رو میبینند، گزارش میدن ما ایش بحثی نداریم پرتکل الهاقی یک مرحله فراتر از پادمانه البته شاید الان بیش از 90 کشور 100 کشور حالا الان دقیق امروز نمیدونم ولی حدود 90 کشور دنیا پروتکل الحاقی رو قبول کردن و دارن اجرا میکنن حالا ما ممکنه یه روزی اجرا کنیم یا ببریم در مجلس تصفیب کنیم حالا او بحث بعدیه پروتکل الحاقی خودمون میگیم الحاقی الحاق شده با اونچه که قبلا بوده پادمان اجرا خواهد شد یعنی مقررات پادمان و سیفگارد اجرا میشه بازرسان آژانس هستند و اونها هم میتونن نظارت بکنن و ما مشکلی در این جهت نداریم اما سخن اصلی اینه که ما از اردی بهشت سال 1397 که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی ها از ما درخواست کردند رسما که یک مهلتی ما به اونها بدیم من اعلام کردم ما یک مهلت چند هفته ای میدیم این مهلت چند هفته ای مرتب اونا با ما تماس گرفتن گفتن یه خورده تمدید کنید ما میخوایم به یه چارچوب برسیم میخوام عمل کنیم باشه ما این مهلت رو یک سال تمدید کردیم دیگه برای اینکه هیچ حجتی باقی نمونه همه بدونن که ما پای عهد هستیم نمیخوایم لج بازی کنیم میخوایم مسائل حل بشه خب یک سال صبر کردیم خب اینا نتونستن هیچ کاری بکنن حالا یا نکردن یا نتونستن به ما گفتن ما نمیتونیم در بخش اقتصادی هم در بخش سیاسی موضع خوب میگرفتن در بخش تبلیغاتی موضع خوب میگرفتن به صورتی حالا نه سریح ولی ترامپ رو محکوم میکردن از این کار در مسائل مهم هم وقتی بحث سیاسی بود کمک ما بودند در کنار ما بودند ترامپ بیچاره هفت بار شکست خورد حالا شکستش بیش از هفتاد باره ولی حالا هفت بارش من میگم در شورای امنیت سازمان ملل در سال 97 شکست خورد خودش هم شرکت کرد خود ترامپ همه علیه او صحبت کردن همه به نفع برجام صحبت کردن همه به نفع ایران صحبت کردن این شکست اول مفتزهانه اون بود بعد آمد در سال 98 که در شورای امنیت سازمان ملل کاری بکنه که بخشی از قطنامه 2231 اجرا نشه و تحریم تسلیحاتی که بنا بود پایان بپذیره پایان نپذیره دنبال این بود هم موفق نشد هیچ که بهش رأی نداد خودش موند با یک جزیره یه جزیره بهش رأی داد تو دنیا و خودش اصلا بیعتنایی عجیب سیاسی تاریخی بر آمریکا بود دو مرتبه آمد تر بعدی رو مطرح کرد به اصطلاح اسنبک اون هم هیچ کس بهش نه نداد اصلا قبول نکردن محل بحث واقع بشه در شورای امنیت سه بار حداقل در شورای امنیت آمریکا مفتزهانه شکست خورده اگر نمونه در تاریخ دارید بیارید که <تصفح> آمریکا ظرف چند ماه یا ظرف دو سال سه مرتبه در شورای امنیت سازمان ملل شکست خورده باشه خب این یک بعد تو دادگاه بین المللی لاهت تا حالا دو مرتبه شکست خورده حداقل و دادگاه آمده حکم موقت صادر کرده قرار صادر کرده که <تصفح> آمریکا نمیتونه تحریم رو در مواد دارویی و غذایی اعمال بکنه و اون رو نقض کرده و بار دیگر در دادگاه راجب صلاحیت بحث شده دادگاه آمده صلاحیت خودش رو برخلاف نظر آمریکا اعلام کرده این هم دو بار در دادگاه لا یک بار هم که در شورای حکام آمریکایی ها با اروپایی ها آمدن که ما رو شکست بدن و پرونده رو ببرن شورای امنیت در چند ماه پیش اون هم که شکست خوردن آمریکا در همه مواقف اون وقتی هم که آمریکا رفت اتحادی اروپا رو به خودش ملحق کنه اونم که شکست خورد یه هفت شکست شکست آمریکاست از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی خب آمریکا شکست خورد از اون برم همه هدفش این بود که در ایران کاری بکنه که ما رو مستعصل کنه و ما بریم بگیم آقای آمریکا هر چه تو میگی حالا میگی دو تا بند اضافه کنیم خب دو تا بند اضافه کنیم و گفت اگر اینها تسلیم نشن فروپاشی صورت خواهد گرفت نه تسلیم شدیم نه فروپاشی صورت گرفت البته در سایه شهامت مردم ما هدایت رهبری ما ایستادگی ملت ما البته مردم ما رنج کشیدن جنگ به هر حال تو جنگ رنجم هست تو جنگ زخمی شدن هم هست استادگی کردن همه آمریکا شکست خورد الان برای تمام دنیا روشنه که اینا شکست خوردن همین گروهی که امروز در آمریکا سر کار آمدن دموکرات ها بارها و بارها گفتند که فشار حد اکثری در باره ایران غلط بوده و جواب نداده مقامات مختلفشون قبل انتخابات بعد انتخابات این رو بارها اعلام کردن و هیچ راهی وجود نداره برای آمریکا جز بازگشت امروز مشکل چی هستن اصلا داستان چیه به جای اینکه دنیا بیاد راجب کاهش تعهدات ایران یا راجب قانون اخیر مجلس شورای اسلامی حرف بزنه اینا فرار به جلو ای که واقعیت که اینا نیست یک مشکل بیشتر وجود نداره یه دونه و اون تحریم ظالمانه و غلطه این تحریم رو بردارن تمام میشه من دیشب به یکی از مقامات اروپایی که تماس تلفنی داشتیم بهش گفتم گفتم مشکل یه چیز بیشتر نیست تحریم ظالمانه غلطه تحریم رو بردارن همه چی حله امروز تحریم رو وردارن فردا صبح به همه تعهدات ما عمل میکنیم امروز تحریم وردارن بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل میکنیم یه چند ساعت ما نیاز داریم که ببینیم این تحریم برداشته شده راستی آزمایی هم میکنیم ظرف چند ساعت بعدش ما برمیگردیم به همه تعهداتمون این رو بالاترین مقام ایران مقام معظم رهبری به سراحت اعلام کرده ما تکلیف روشن مسیر واضح مشکلی وجود نداره امریکایی ها بیان به سراحت اعلام کنن ما هم به سراحت اعلام میکنیم امریکایی یک قدم بردارن ما هم یک قدم برمیدنیم امریکایی ها همه قدم ها رو یه جا بردارن ما همه قدم ها رو یه جا برمیدنیم تدریج میخوان اهلا و سهلا مجموعه میخوان اهلا و سهلا نمیخوان بازم اهلا و سهلا اینکه دعوا نداریم که ما تکلیف روشنه مردم ما بدونند مسیر رو درست با انتخاب کردیم مردم ما تردید نداشته باشن راه رو درست انتخاب کردیم مردم شک نداشته باشن ما آمریکا رو شکست دادیم مردم شک نداشته باشن آمریکا ناچار هست برگرده راهی براش وجود نداره ما این صبر و تحملمون رو باید به نهایت برسونیم نزدیک قله ایم این نزدیک قله وقتی آدم قله رو نگاه میکنه همه خستگی ها مرتفع میشه و رفت میشه پشت سر رو بخواد نگاه کنه آره خسته کننده است این همه را که آمده جلو رو که نگاه کنه ببینه قله نزدیکه و بنابراین رسیدن به قله نهایی نزدیک ما اهل لجبازی نیستیم ما آماده ایم برای این توافق و بازگشت به این توافق ما به محض اینکه ببینیم تحریم ها برداشته شده پنج به اضافه یک به تعهداتش داره عمل میکنه ما هم بلا فاصله به همه تعهداتمون عمل خواهیم کرد و اما نکته آخر اقتصاد مقاومتی است که امروز روز اقتصاد مقاومتی هم هست و ما نشون دادیم که در اقتصاد مقاومتی چگونه عمل کردیم. اولین بار در سال 94 نشون دادیم 93 94 که کمترین رقم نفتی ما بود. نفت سی و یک میلیارد دلار پول نفت ما شد به جای 100 میلیارد و 90 میلیارد شد سی میلیارد دیدن ایش این هیچ تاثیری در اقتصاد ما و حرکت ما نگذاشت به خاطر اقتصاد مقاومتی بود از این بالاتر تو این سه سال تو چهار سال و نیم دیدن ما چجوری عمل کردیم با یک کارنامه درخشان تو این سه سال هم که سه سال مقاومت و ایستادگی بود ما به خوبی ایستادگی کردیم و مقاومت کردیم البته خب رنج و سختی برای مردم عزیز ما بود ما معتقدیم راه همون اقتصاد مقاومتی است در اونزا بودن برونگرا بودن این دو تا پایه اصلی است و مردمی بودن اقتصاد این سه تا پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم در درون برای تولید فعالیت کنیم برونگرا هم باشیم با دنیا در تعامل باشیم تولید با تعامل با جهان نتیجه نهایی رو در اختیار ما میگذاره برای اینکه ما برسیم به اون هدف نهایی راهی جز همدلی اتحاد انسجام دوستی دست به دست هم دادن راه دیگری وجود نداره بدانیم تضاد تقابل انصداد ما را به شکست میکشانه کنار هم باشیم با هم صحبت کنیم برادرانه با هم کار بکنیم فعال باشیم خدای ناکرده بددلی نباشه بدزبانی نباشه دشنام نباشه تهمت نباشه حرفها برادرانه و دوستانه باشه من مطمئنم پیروزی نهایی از آن ماست همونطور که در 29 بهمن در تبریز ما پیروز شدیم امروز هم ملت ما با مقاومت پیروز نهایی خواهد بود و سلام علیکم و رحمت الله